رأی دادگاه برای معلمی که سر یک دانش آموز رو شکسته بود صادر شد. قتل دختر 12 ساله با شلیک پدرش. درخواست مادر این دختر از رئیس قوه قضاییه. زبان باز کردن دزد کرولال به خاطر مادرش. با درود و احترام به شما عزیزان، دختر 12 ساله جیرفتی به ضرب گلوله پدر سابقه دارش به قتل رسید. نازنین فاطمه رئیسی نام این دختر جیرفتی است که 11 بهمن 1400 در روستای حاجی آباد جیرفت به قتل رسید و روند رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه داره. بعد از اینکه پدر نازنین فاطمه او رو به قتل رسوند، پا به فرار گذاشت، اما با تلاش مأموران انتظامی فوراً دستگیر شد. مادر این دختر 12 ساله ادعا میکنه اختلافاتی که با همسرش داشته منجر به قتل دخترش شده. روز 11 بهمن آفتاب تازه غروب کرده بود که صدای فریادهای مادر این دختر در کوچه پس کوچه های روستای حاجی آباد جیرفت پیچید. پدر نازنین فاطمه در حالی که اسلحه ای به دست داشت از خانه بیرون دوید و پا به فرار گذاشت. بعد از اون همسایه‌ها جسد غرق در خون دخترک 12 ساله رو در خونه‌شون دیدن و رسیدگی به این پرونده در جریان قضایی قرار گرفت. مادر نازنین فاطمه در گفتگو با خبرنگار رکنا گفت: حدود 20 ساله که با پدر نازنین فاطمه ازدواج کردم و در این مدت بارها منو کتک زده. حتی یک بار خونمونو به آتش کشید. شوهرم سوابق کیفری متعدد داره و بار آخر با قید وثیقه آزاد شد. او در یک روستای دیگه یک خانم رو صیغه کرده بود. همین رفتارها و بداخلاقی‌هاش باعث می‌شد که هیچ وقت زندگی آرومی نداشته باشیم. وقتی زندگی او با این خانم در یک روستای دیگه شروع شد، گاهی یک ماه یک بار هم به ما سر نمی زد. بار آخر که به خونه اومد با من بحثش شد، روی من اسلحه کشید و تهدیدم کرد. نازنین فاطمه خیلی ترسید و پلیس رو خبر کرد. بعد از اون همسرم بارها نازنین فاطمه رو تهدید به قتل می کرد، اما من با اینکه بارها از شوهرم کتک خورده بودم، باور نمی کردم که او سر دختر خودش چنین بلایی بیاره. مادر نازنین فاطمه در ادامه در مورد شب حادثه گفت: من در مزرعه پیاز کارگری می کردم و اون شب تازه از سر کار اومده بودم. وقتی می خواستم در خونه رو ببندم، شوهرم در رو هل داد و وارد خونه شد. من و دوتا پسرام که یکیشون 6 سالشه و یکیشون 11 ساله ترسیدیم و از خونه فرار کردیم. چون شوهرم اسلحه داشت، فکر میکردم میخواد منو بکشه. من در کوچه میدویدم و فریاد میزدم که یه دفعه صدای شلیک اومد. بعد از اون شوهرم از خونه فرار کرد. نازنین فاطمه جلوی تلویزیون خوابش برده بود و شوهرم در همون حال به دخترم شلیک کرد. مادر نازنین فاطمه که داغدار از دست دادن یگانه دخترش بود، در میان هقهق و گریه‌هاش گفت: فکر شوهرم مسموم بود. از زمانی که نازنین فاطمه کمی بزرگ شد بهش خیلی سخت می‌گرفت. می‌گفت اصلا نباید از خونه بیرون بری. او حتی قبلاً به خاطر طرز فکرش به خواهر خودشم چاقو زده بود. من به خاطر بدرفتاری‌های شوهرم بارها تصمیم به طلاق گرفتم، اما هر بار به خونه پدر مادرم رفتم اونا میگفتن به خونت برگرد. چون از شوهرم میترسیدن میگفتن شوهرت شر به پا میکنه و خواهر برادراتو میکشه. شوهرم منو به شدت کتک میزد، اما من هیچ وقت نتونستم ازش شکایت قانونی کنم. حالا که فرزندم رو از من گرفته و چنین جنایتی رقم زده، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم و به مسئولین قوه قضاییه التماس میکنم که نگذارید خون دخترم پایمال بشه. او ما رو تهدید کرده و گفته اگه آزاد بشه از ما هم انتقام میگیره.
مادر نازنین فاطمه خطاب به آقای اژه‌ای رئیس قوه قضاییه درخواست کرد به پرونده دخترش نگاه ویژه‌ای داشته باشند. اما پرونده سرقت جوانی که بعد از دستگیری وانمود می کرد کرولاله، این جوان اعتراف نمی کرد و مسیر تحقیقات رو سخت کرده بود. او بعد از بازداشت در کلانتری وقتی مورد بازجویی قرار گرفت با ایما و اشاره می گفت که نمی تونم صحبت کنم و به سوالات مأموران پلیس جواب نمی داد. تا اینکه یکی از مالباختگان که زنی جوان بود وارد اداره پلیس شد و شروع به داد و فریاد کرد. اون زن در حالی که داد و فریاد می کرد گفت من این دزد رو می شناسم، حتی مادرشم می شناسم، مادرشم مثل خودش دزده. اون زن در حال تهمت زدن به مادر دزد بود که ناگهان سارق با صدای رسا و بغض‌آلود خودش گفت خانم ساکت شو، مادر من زن آبرودار و مؤمنیه، او اهل نماز و روزه است، چادر سر میکنه، به مادر من تهمت نزن. این جوان متهم که در تیتر اخبار از او به عنوان دزد کرولال با غیرت یاد میشد در ادامه توضیحاتش گفت خانواده ما آبرودار هستن و این تهمتها به مادرم روانی است. مدتی قبل من آلوده مواد مخدر شدم و برای همین دست به سرقت زدم، اما مادرم نمیدونه که من دزدی میکنم، برای همین خودم رو به کرولالی زدم، اما وقتی دیدم در حق مادرم بی‌انصافی میشه ترجیح دادم اعتراف کنم و مجازات بشم. اما در مورد معلمی که در شهرستان اشنویه سر یک دانش آموز رو شکسته بود، در تازه ترین خبر خانواده دانش آموز رضایت دادن و در خصوص جنبه عمومی پرونده با لحاظ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان حکم حبس صادر شد، ولی به دلیل گذشت شاکی و معلم بودن این شخص حکم حبس به حکم ارائه خدمات عمومی رایگان در حوزه آموزش تبدیل شد. لطفاً نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. یک دنیا تشکر میکنم ازتون به خاطر لایک و همه محبت های شما بزرگواران. اگه هنوز عضو کانال نیستید، همین الان لوگوی منحرفان شریف رو در تصویر مشاهده میکنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.